درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این نهمین روز از دوازدهمین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزاره. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانن. یکی دوتا از دوستان ایمیل زده بودن و سوال کرده بودن. من نمیدونم، متاسفانه راهی ندارم. من روز جمعه از شما فکر کردم مرخصی گرفتم و به دنبال کار گل بودم در حقیقت، و برای اینکه نمیگرده هر کاری میکنیم یه ذره توش مشکله، ولی همینه دیگه، راه دیگه ای ندارم. چیکار باید بکنم به نظرت؟ و یکی دوتا از دوستان مطلب نوشته بودن، ما اون مطالبشون رو دیدیم، شنیدیم، خوشحال شدیم. یک ولوله ایست، یه جوشیست، یه خروشیست به هر حال، و این فقط در درون ایران نیست، بیرونم همینطوره. اجازه بده که بریم بی مقدمه. مطلبی بود از آقای دکتر مهراسا. دکتر مهراسا یه شخصیتی است که در جنوب کالیفرنیا در منطقه بسیار خوش آب و هوای سان دیگو زندگی میکنه. سان دیگو یکی از اون جاهای خوب دیگه دنیاست دیگه، از باب آب و هوا یه هوای بسیار مطبوعی داره و بسیار دلپذیر، و بیشتر از طبقه ایرانی ها جای اعیان و اشراف است. اونا اون نقطه رو انتخاب میکنن در آسایش. چون یه روزنامه رو تولید میکنه سال هاست تحت عنوان بیداری، و همه تلاش و کوششش هم بر این راستا استوار است که بگوید که این دین اسلام دین قلابی بوده، انگار که مثلا اونای دیگه دین راست و سکی بودن، این یکی توشون قلابی در اومده. وگرنه اگه بخوای واقعیت داستان رو بهش اشاره بکنی، بایستی صحبت‌های آقای صدرالاشراف رو گوش بدیم و مطالبی که ایشون طی این سال‌هایی که با ما همراه هست و از محضرش استفاده می‌کنیم، از داستان ملاشاهی شروع کرد و اینکه اصلا ساختار حکومت‌ها در جهان بر اساس ملا بوده. یک آدمی که مدعی بوده که ارتباطات غیبی داره، بهشون گفتن جادوگر. جادوگرا داستان رو حکومت رو جادوگرا شروع کردن، ملاها، و بعد خب در حقیقت نظامیان اینا رو برانداختن، ولی هرگز نتونستن بر بیاندازن. حقیقت ماجرا این است، اینا پارالر در کنار هم دیگه دست در دست هم گذاشتن و به جهان امروز ما رو رسوندن. هر شکلی داره، زشت، زیبا، خوب، بد، هر چی که هست، بالاخره این دوتا در کنار هم دیگه جهان رو به اینجا رسوندن که ما باهاش مواجه هستیم. یعنی این که این بد نیست، اون یکی خوبه. و خیلی اسباب تأسفه. یا مثلا همین بحثی که الان نمیدونم بهنود و اون یکی دیگه علنگی را انداختن با هم دیگه راجب شیعه. شیعه چیه اصلا؟ دین چیه؟ تعریف از دین کدام است؟ یه قرائت داره، یه جوره، یه مکانیکه که
کلیدو میزنی اون و برق روشن میشه، لامپ روشن میشه، استارت میزنی ماشین روشن میشه، بنزین میریزی، سوخت میریزی، مشتعل میشه. آیا اینه یه امر مکانیکیه، یه امر فیزیکیه، یا یه امر شیمیاییه؟ آیا واقعا امر شیمیاییه؟ وقتی در شیمی هم که حرف بزنیم، باز اینه که یه سری متغیرها اونجا وجود داره. یعنی اگر دو تا هیدروژن رو با یه دونه اکسیژن قاطی بکنیم، آیا واقعا آب تولید کردیم؟ حقیقتش این نیستش که عناصر دیگه درش دخیله، مداخله داره. دین، ملا، آخون، کشیش فرق نمیکنه، اصلا خود دین یه امریه که قرائت ثابت نداره. شیعه ای که اینا دوتایی دنبالش افتادن و یه دم دارن باد میزنن به داستان، چه مخالفش بشن چه موافقش بشن، این چیه؟ شیعه آقای خمینیه؟ یا شیعه آقای شریعت مداریه؟ این کدامش؟ شیعه بازرگانه یا شیعه علی شریعتیه؟ کدامش؟ مقصد چیه؟ این یه چیز ثابت نیست، یه پدیده ثابت نیست که بشه مثلا همه اینو یه جور تصور کنن. یه امر متغیره. بگذاریم هر خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، بقیهش دیگه اضافه است. حالا برم زرتشتی بشم که رنسانس ایرانی بکنم و برگردم به آیین زرتشت، مثلا نمیدونیم زرتشت چی هست، کی هست، چی هست، چی بوده، چی نبوده، که ایران زرتشتی بوده، که نبوده، آیا هخامنشی ها زرتشتی بودن، نبودن، میترائیز بودن، کی بودن، نمیدونیم که اینا رو که اینا جاهای ننوشته یه تاریخه. کسایی میرن اینا امر تحلیلی تخیلیه، امر ثابت نی. من خیال میکنم اینجوری بوده، اون کی میگه من خیال میکنم اینجوری بوده، همش خیاله، داستان فیل است و شهر کورا، ولی واقعیت ماجرا رو تعریف نمیکنه. حقیقت ماجرا چیز دیگه، هر کسی بخشی از واقعیت رو میگه، لی حقیقت نیست. آقای میراسا مینویسه که چندی پیش مقاله‌ای که چندی پیش در مورد ماه محرم و روز عاشورا نوشته و برای دو سایت در گویا فرستاده بودم، علاوه بر آن دو سایت دیگر سایت‌های خصوصی آن را چاپ و پخش کرده بودم، اما چاپ آن در سایت جبهه ملی خارج کشور همچون آب در لانه مورچگان شیعیان قشری درون ایران را از لاک نابخردی بیرون انداخته و سرگردان و ناسزاگویان هم جبهه ملی را زیر فشار گذاشتند و هم به دنبال سر و گردن نویسندهش میگردند تا او را ساکت ابدی کنند. در ایران در سایت اماریون از تشکیل کمیته مجازات خبر میدهند و چون کمیته نام مجازات دارد، حتما هدفشان این است که نویسنده یا منتشر کننده را به مجازات لازم برسانند. صد البته کار خودشان را انجام دادند و سایت جبهه ملی خارج کشور را هک کردند که نشان می‌داد دستی بالاتر، یعنی اعضای وزارت اطلاعات حکومت
آخوندی در کار است. اما چیزی که این هموطنان عرب پرست نمی دانن این است که صاحب این قلم و نویسنده این گونه مقالات یک آتئیست است و هیچ دین و ایمانی به موهومات ماوراء الطبیعه ندارد. من 30 سال است که چنین مقالاتی را می نویسم و در واقع دینها را خوره شعور و خرد آدمی می انگارم. لذا برای هیچ دینی احترام قائل نیستم و هیچ یک از این مهملات را قابل احترام نمی دارم. در دنیا صدها نوع آیین دینی وجود دارد و هر یک دارای تعدادی پیرو است. از مارپرست و میمون پرست بگیر تا پیروان یهوه و الله و پدر آسمانی که لاوجود است و موجودی توهمی و ساختگی است. من نسبت به ادیان ابراهیمی همواره در حال ایراد و نقد و حتی دشمنی بودم و این نخستین بار هم نیست. حسین ابن علی ابن ابی طالب یا ابو طالب هیچ مقام و منزلتی در دین اسلام ندارد و خود اعراب نیز او را به یاد نمی آورند و این تنها شیعیان صفوی هستند که او را چنین بیجا و نابخردانه بزرگ و فوق‌العاده نشان می دهند و تمام دین و ایمانشان بر روی نام حسین پایگذاری شده و در نتیجه الله و محمد پس از علی در رده سوم قرار می گیرند. مقاله‌ای که پس از مقاله عاشورا در پاسخ آقای مشتری شبستری نوشتم عنوانش این است: اسلام در بحران نیست، اسلام خود بحران است، که از مقاله عاشورا تندتر است. اما کسی به آن توجه منفی نکرده و کسی را نیز نیازرده است، زیرا شیعیان متعصب حسین برایشان از الله، محمد، دین اسلام و کتاب قرآن بالاتر و بالاتر است و برای حسین بسیار بیشتر از الله و محمدشان و مقام و کرامات قائلند و او را دوست دارند. من وقتی که خدایش را موهوم، مسخره و لاوجود می دانم، دیگر پیامبر و امام که آدمی بودند و چون دیگر مردمان می زیستند و تنها هنرشان دروغگویی بوده است و اتفاقا خالق خدا همین پیامبران دروغگو بودند، برایم ارزشی ندارد. بیشک این سخن که چنین آدمیانی مورد قبول و پرستش و محبت میلیون ها آدم روی زمینن به هیچ عنوان نمیتواند مرا به سکوت در برابر اعمال بهیمیهی که روزهای محرم از مشتی فاسق و فاجر سر میزند وادارد. فاسق و فاجر گفتم چون آخوندها به عوام تفهیم کردن که عزاداری برای حسین عرب تمام گناهان یکسار را میشوید و پاک میکنه. به این دلیل صف سین زنان را همواره همین فاسق و فاجرها تشکیل دادن، زیرا به زعم خود و آخوندهایشان با این سین زنی و زنجور کوبی همه گناهانشان از بین میرود و هم نهار و شام قیمه پلوی مفتی را نوش جان میکنه. بسیاری از آدمیان در این کره زمین مار میپرستن ولی دیگران هر جای ماری بیابند به عجلان را میکشند. پس این هم توهین به آیین است. همچنین تا زمان گالیله میلیاردها مردم جهان همواره تصور میکردند زمین ساکت است و خورشید به دور آن میگردد و واتیکان نیز آن را مقدس میشمرد. این تنها گالیله بود که مقابل این میلیاردها مردم ایستاد و گفت نظرتان غلط است، خورشید ساکن است و زمین به دور خود و به دور خورشید میچرخد. من هم پی بردم دنیا و کائنات خالق ندارد و آنچه پیامبران سامی ساختند دروغی بیش نیست. من در اینترنت هم فیلمی دارم که 2 نفر از مردان هنرپیشه آمریکایی ضمن ایراد و توهین به آیین مسیح یک جلد انجیل را به جلوی چشم تماشاچی درون توالت میاندازد و سیفون را برای آن میکشد. در این ماجرا آب از آب هم تکان نمی خورد و هیچ فردی وحشی نمی شود، حتی ایرادی هم گرفته نمی شود. صاف و گوسکنده بگویم دینها در مجموع برای تخدیر مغز آدمی و تحمیق شعور انسان و تنبلی و تنپروری بشر به وجود آمدند. شما سراسر قرآن را بگردید تا ببینید که یک کلام راجع به خوب زیستن در دنیا در آن چیزی پیدا می کنید.
هرچه هست همه سخن و توصیف دنیای موهوم بعد از مرگ است. روز حشری که معادل 50,000 سال است و صحرای محشری که آفتابش مغز آدمی را میپزد. جهنمی که آدم را میسوزاند و چون سوخته شد دوباره بر او پوست و گوش میرویاند و 1000 باره میسوزاند. بهشتی که یک روسبی خانه بیش نیست و پر از حوریانی است که بدون نکاح میتوان با آنها پیوست. دین اسلام دین مرگ و مردارخواری و شیعه روش مردپرستی و از زندگی کردن اصلا سخنی در آن نیست. همین الان که نگاه بکنی مقاله دیدم راجب وضعیت این داعشی ها نوشته بود که این داعشی ها جوانایی که از فرنگ میرن اونجا بیشتر به دنبال سکس میرن و اینکه اون هیجانات و غلیانات درونی خودشون رو آرام کنند و برای اینقدر آتیش بازی و کیوکو بایم بایم بکنن. ولی موضوع دیگه اینه که سکس مفتی هم هست و نه تنها در اینجا صاحب سکس هست بلکه وعده حوریان اون دنیا رو هم بهشون دادن، یعنی دو سره بار کردن براشون. این ها یه طرف، مراسم بهیمه روز عاشورا نیز یک طرف. هلا ای شیعیان مرتضی علی، ای اهالی ری و پیروان و دوستداران مراسم محرم، شما به من بگویید این مراسم که شما در خیابانهای شهر صف تشکیل میدهید و پیرن از تن در میآورید و به سینه مشت و به پشت زنجیر میکوبید جز کدام قسمت از دین اسلام یا مذهب شیعه است؟ این نمایش حماقت برای چیست؟ باور کنید دنیا به شما میخندد، چون این دینداری نیست، این خدازاری و گونه ای از مازوخیسم است. من در یک خانواده سنی مذهب به دنیا آمدم که برای خلفای راشدین شامل ابوبکر، عمر، عثمان و علی احترام قائل بودند، ولی نه آنان را میپرستیدند نه به آنها معصوم خطاب میکردند. اما من آنها را نیز نه تنها محترم نمیدانم بل قاتل هموطنان آن زمان خود میشناسم و برای ابو لولو قاتل عمر احترام قائلم و او را میستایم، چون فردی ایرانی و میهن پرست بوده و حق هموطنانش را کف دست عمر ابن خطاب گذاشته است. البته او را به قصاص قتل عمر با زجر کشتن، اما نام نیکش پیش هر ایرانی وطن پرست قابل احترام است، ولی نه آنگونه که پیش شیعیان محترم است که از حب علی به بغض عمر رسیدن. آری من یک آتئیستم، نه یهودیم نه مسیحی، نه سنیم و نه شیعه. همچنان که زنده یاد دکتر منوچهر ثابتیان جراح مشهور لندن که یک سال پیش فوت کرد نیز با وجودی که در خانواده باهایی به دنیا آمده و رشد کرده بود اما یک بیدین و آتئیست بود. من هم سنی بودن خانواده باعث تغییر رأیم نشده است. در نزد من تمام ادیان مسخره‌اند و تعقل و تفکر در آنها رخنه نکرده است و مشتی موهومات را در ذهن حقیرشان ساختند و به مردم عم می‌کنند که این موهومات را باید بپذیرید. این یکی دیگر از عیوب ادیان است که استبداد را تدریس می‌کند و مهملات را با زور و خودعه در ذهن عوام فرو می‌ریزد. من برای یک کارگر خشمال، یک نجار، یک بنا و خیلی دیگه بسیار بیشتر از محمد و ابوبکر و عمر و علی و امامان ارزش و احترام قائلم، چون این زحمتکشان کارشان در آبادانی شهر و روستایشان تأثیر دارد. اما کار پیامبران و امامان تنها مفخوری بوده است. کسانی مانند پیمانه آریه در ایران نیز هر شکری که میخواهند در فیسبوک بخورند. در اصل ماجرا توفیری ایجاد نمیشود. من به اعلامیهای آقای ادیب برومن نیست که رسما از من نامرده است پاسخی نخواهم داد، زیرا برایش احترام قائلم و 2 سال تمام در چند مقاله در برابر مخالفانش در جبهه ملی از او دفاع و حمایت کردم. او نیز برای من نامه سپاسگزاری نوشت، اما چرا چنین کرده است نمیدانم، زیرا او بارها در دهها اعلامیه قبلا یادآور شده بود که جبهه ملی ایران هیچ ارتباط سیاسی و عاطفی با تشکیلات خارج کشور ندارد.
پس اون مسئول جبهه ملی برون مرز ایران نیست و نمیباید چنین بحرانی برای جبهه ملی به وجود می آورد. اینم پاسخ آقای مهراساز در ارتباط با همین موضوع مطروحه. اما و اما و صد اما، شیعه مکانیکیست، کلید را میزنید بعد قطع میشه. مسعود رجوی هم همینطوری در تاریکی فرار کرد. نمیدونم مسعود رجوی کجا چیکار کرد. مسعود جان نمیدونم، کلید را میزنید بعد قطع میشه؟ نه اینجور نیست. بسیار، من جواب این رفیقمونو بدم، آقای دکتر رزمارا. قراره که فردا با آقای رزمارا گفتگو کنیم. بله آقای رزمارا در جلسه پیش که اینجا بودن صحبت کردن و گفتن این شازده نمیدونم اهل این کار نیست و اینا. خیلی ها استقبال کردن، خیلی هم فضیحت گفتن و گفتن خب حالا اگه اینجوری بیا، خب دلت میخواد بیا دوباره جوابشونو بده. فردا خبر خوب داریم و اونی که آقای امینی رو ازش خواهش کردن، یه جوری درخواست کردم ازش. آقای امینی میدونم بالاخره ایشونش از کبر سن، ولی حیفه تا اونجایی که نفس داری جون داری میتونی هنوزم حرف بزنی، ده دقیقه هم شده بیا حرف بزن، خوبه برای همه ما خوبه. گفت چی بگیم؟ گفتیم 21 آذر رو بگیم. این ماجرای 21 آذر نزدیکیم دیگه. 21 آذره مثل 16 آذر که روز دانشجوه و به چه فضاحتی کشیده اینو ای آخوند رزل پس فتره. 21 آذر هم همون حکم داره. میدونی که ماجرای بهش میگی 21 آذر دیگه، ارتش در 21 آذر رفت و حل کرد و برکرد، در حالی که واقعیت داستان این نیست. واقعیت داستان اون ماجرای قوام سلطنه است و اینکه چه کاری، چه زحمتی قوام سلطنه کشید بر این ماجرا و چگونه آمریکایی‌ها توی ماجرا نقش داشتن. چون در بر اساس کنفرانس تهران آقای ودیعی هم بارها اینو اشاره کرده، با خون دل میگه آقا هیچ پولی هم ندادن، هیچ خسارت هم ندادن. قرار شد که اینا بعد از خاتمه جنگ سریعا نیروهاشون از ایران خارج کنن، ضمناً خسارت ایران هم بدن، دربدری کردن دیگه. اولا رضا شاه رو وادار کردن که ایران رو ترک کنه، درنچه هرچی که اون ساخته بود و هم ریخ فرو پاشی. ارتش نوینی که ایراجو شرف میزنه لباسشو در آورد، مثل همین ماجرایی که در داعش در موسل اتفاق افتاد و عراقی ها لباسشون رو در آوردن فرار کردن، ارتش نوین رضا شاهی هم همجوری لباسشون رو در آوردن و فرار کردن. و رضا شاه که بالاخره زحمتی کشیده بود، ایدئالی داشت و کاری برای مملکت کرده بودن، وادار کرد مملکت ترک کنه و بعدم مسائب و مسائل بعدش رو اینها. و بعد خب همه اینا بعد از جنگ آمریکایی‌ها رفتن، انگلیسی‌ها لکلک رفتن، ولی روسا نرفتن، وایستادن صرف بودن در نمیدیم. بعد ماجرای قاضی محمد و ماجرای غلام یحیی و پیشوری و اینها همه پدیدار شد و یک سال حکومت دموکرات آذربایجان که به لالحق در اون یک سال کاری کردن قریب 100 سال، یعنی خیابونای تبریز و درست کردن، آسفالت کردن، جدول بندی کردن، لولی کشی آب کردن، در ظرف یک سال کار کردن. و بعد نیروهای ایرانی رفتن، اول که نرفتن، نشستن تو زنجان، بعد که مطمئن شدن
که روسا رفتن بیرون، نیروهاشون رو کشیدن بیرون، اینا هم رفتن وارد تبریز. یه معلمی داشتم، مرد نازنینی بود. همه معلم ها آدم های خوبی بودن. من خودم رو آدم سعادتمندی همیشه معرفی کردم که من یه آدم سعادتمند خودم میدارم، برای اینکه در مسیر زندگی همیشه یه آدم های خوب مثل شما که الان در خدمتت هستم، همیشه اینجور بوده که در خدمت آدم های خوب قرار گرفتن. شانس زندگیم بوده. حجت شکیبا رو نمیدونم بشناسی یا نشناسی، ولی اگه نشونی بدن حتما او را خواهی شناخت. او یه نقاشه، یه نقاش صاحب سبک در ایرانه و اون نقاشی های معروفش هم اون در حقیقت اون نقاشی هایی که همش زنان قاجارن و تمام تصویرات توش ترک داره، خیلی کارت پستال و اینا ازش تولید کردن. اون کسی بودش که در جمهوری اسلامی برای اولین بار تصویر زن رو آورد تو خیابون گذاشت و کشیدن و مردم خریدن و تحت عنوان زنان قاجار، ولی ممنوع بود مثلا، این کار نشدنی بود، ولی اون تحت قالب این ترکایی که تو تصویرش گذاشت این تونست که این کار رو انجام بده. مثل شجریان که تونست خمینی رو وادار کنه که بگه موسیقی اینجا آزاد است. اول که پاش کرده بود توی کشت سن گوش نمیداد. حجت شکیبا در مورد خودش میگه که من از کودکی که کارو شروع کردن تو عکاسخونه بابام میشستم اون پشت عکسا رو روتوش میکردم، قلم سیاه میگرفتم تیز میکردم، این سایه روشنا رو میزدم تا اینکه عکس قشنگ بشه. فتوشاپ دستی بوده دیگه، امروز بهش میگی فتوشاپ، اون موقع با قلم این کار رو میکردم، با مداد نکتیز میشستن این کار رو میکرد. بعد میگه 14-15 سالگی اومدم شروع کردم به پرده سینما کشیدن. اون وقتا خب این دستگاه چاپ اینجور تصاویر بزرگ و اینا نبود که، دانش اینا رو نقاشی میکردن. همین آقای آیدین آقداشلو که الان گفته که کار رو ترک میکنم و ایران رو میخوام ترک کنم و از ایران میخوام برم، او جزء همین گروه بودش که این کارهای نقاشی سینما رو انجام میداد، آفیشای سینما رو درست میکرد. حجت شکیبا میگه من جزء کسانی هستم که این سعادت رو داشتم که همواره در کنار نقاشان معتبر و بزرگ و صاحب سبک و صاحب نام در کنار اونا قرار بگیرم. وقتی که حجت شکیبا این حرف رو به من زد، من هم زودی گفتم آره من هم همطورم. من هم این سعادت رو داشتم. میگفتم یه معلمی داشتم، ضرورت نداره اسمشو بیارم، دوتا بودن اینا باجناق هم هم بودن و هر دو هم آذری بودن. این یادمه که وقتی که چیم میکرد اون موقع بچه ها ادای صدا در میوردن، صدای معلم ها را دیدی اداشون در میوردیم و اینا، این میگفتش که روسا حمله کردن آذربایجان رو گرفتن. این همجور که اینا رو میگفت یواش یواش سرش میرفت پایین، میرفت اینجوری یه وری میرفت زیر میز تحریری که برای معلم میذاشتن، بعد همونجوری از زیر میز میبند بالا، بعد یه میگفت جوانان غیور آذربایجان به رهبری اعلی حضرت شاهنشاه آریامر حمله کردن و آذربایجان رو پس گرفتن. حالا با آقای امینی گفتیم آقا فردا بیا راجع به این جوانان حمله کردن آذربایجان رو پس گرفتن. آقا اینجوری نیستش، من تنها کسی هستم که فکر کنم از اون دوران زنده بودم هستم و خبرنگار رادیو بودم، وقت نمیذاشتن خبرنگار روزنامه نمیرفت، خبرنگار رادیو میومد. من خبرنگار رادیو تهران بودم، رفتم اونجا همراه اعلیحضرت. ولی میدونی که این اتفاق افتاد؟ گفتم خورده که 21 آذر. گفت نه آقا در ماه خرداد 6 ماه بعد. گفتم تو خدا فردا بیا اینا رو تعریف کن.
به هر حال فردا آقای امینی در خدمتش خواهیم بود. اما برگردیم به قدری راجع به مسائل امروز حرف بزنیم. یادت هست گفتیم که علی خرم از نهضت آزادی اومد در آلمان، خب اینو گرفته بودن مثل بقیه که میگیرن، اینم گرفته بودن. و همیشه میگم که آدم وقتی زیر داغ و درفش و بازجویی و ایناز یه جو حرف میزنه، ولی وقتی اومده بیرون و هزاران کیلومتر از اونجا دور شده که دیگه همونجا حرف نمیزنه. که علی افشاری وقتی مثلا نمونش دیگه اومد تلویزیون اعتراف کرد فلان کرد، بعد که اومد بگو آقا خب کتک هم میزدن چی میگفتن پا؟ نه مثلا همچه حرفایی نمیزن. کار به اونجا رسید که خود خمینی جلاد، خود جنایتکار، خود اس جنس خودش که اگه یه وقتی فردا اومده از من یه چیزی گفتن، گفتن این اونجور گفته، این اونجور گفته، این اونجور گفته، باور نکنی ها، من اینا رو نگفتم. یعنی اینقدر آشور بود که آشپز هم به صدا رسید. گفت اگه فردا نداره دیگه، این جزء وصیت نامش، اگه از من اومدن نقل قول کردن من اینا رو گفتم، اینا رو گفتم، این حرفای من نیست، من نگفتم اینا رو. علی خرم در آلمان رفت نشست و گفت به بازجویه، گفتم آقا بی خودی چرا ما رو میگیری کتک میزنی؟ خب ما خوبیم، ما نقش خندق رو برای شما بازی میکنیم. هر کی از نظام بخواد بیاد بیرون میفته تو خندق ما، ما نمیذاریم بره تو صفحه اون بعد. مصطفی تاج‌زاده نوشته بود که آقا من یاد حرف آقای بهشتی میفتم، معانت رو نمیم چی کنیم، اونو مخالف و جاذبه همون باید بیشتر از دافعمون باشد، نمیدونم اینو تبدیل به اون بکنیم، معانت رو به اینجور بکنیم، اونجور بکنیم. اینو علی خرم گفت ما به یارو بازجویه گفتم اگه میخوای که تو منو نزن، برای اینکه من نقش خندق رو وارد بازی میکنم. بعد دیدم که آقای رفسنجانی حالا همون حرفا رو میزنه، حرف علی خرم رو میزنه به زبان خودش، میگوید که احزاب میتوانن ضربگیر نظام باشن. اینو کاوه نازنی تو سایت مردم ریپورت گذاشته، ولی یک فراز دیگه ای رو اونجا قرار داده تحت عنوان هاشم رفسنجانی رسمنجانی در دیدار با دبیران کل 7 حزب سیاسی از جریان‌های اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل، فرموده است که حکومت‌های مستبد شاید بتوانند مردم را به صورت مقطعی خاموش کنند، ولی این فرق دارد با اینکه مردم بلند مدت برای موضوع قانع شوند. این عبارت رو کیسینجر در سال 88 در مورد ایران گفت، میزنه اینو میفرستش خونه. ولی قانعش نکرده. این عبارت کیسینجره، رفسنجانی این عبارت کیسینجر رو میگه. حزب توده اینو، راه توده گنده پخشش میکنه براتون. دمش گرم. این نمیدونم این چه تفکریه. این خوب میگفت دکتر نوری علا، گفت اون وقتا بین ما نقد بود که این مثل اینا شاگردان و یاران خلیل ملکی هستن، نیروی سوم. و ما اونجا میرفتیم یاد میگرفتیم، بهرام بیضایی و من و غیره و سپانلو اینا. نمیدونم این حزب توده چیه داستانش. گفت مثل سوزاکه، وقتی تو تن انسان رفت دیگه بیرون نمیاد. حالا اینو گنده اونجا نوشته حزب توده. یه هم مال کیسینجر، مال آقا رفسنجانی نیست. اولا یه هم حرفیه که خمینی از کندی دزدید و بود که تو برای انقلاب چی کردی، نگو انقلاب برای من چی کردی. این عبارت کندی بود، نگو مملکت برای من چی کردی، دولت برای من چی، تو برایش چی کردی.
اما آقای رفسنجانی در روز نو پایگاه خبری تحلیلی در فرانسه هم از اون پل برخورد عقاید است، ولی عقایدی ما نمی‌بینیم، فقط مال اصلاح طلباست اونجا. هیچ حکومت مستبدی در حاشیه امنیت نیست. احزاب میتوانند ضربگیر نظام باشند. هیچ حکومت مستبدی در حاشیه امنیت نیست. احزاب میتوانند ضربگیر نظام باشند. اینه، این بغل یادداشت اون جیبت بذار یادت نره. ندای ایرانیان گفت چی هستیم؟ گفت ما اصلا ندای ایرانیان احزاب اونیمو از چی دفاع میکنیم و افکار اصلاح طلبا رو پایبندیم و علیم و بلیم و اینا. اما یه مش اراذل اوباش در خارج کشور وجود دارن همواره، و اصلا اینا برای همین مأموریت اومدن بیرون. راستی اینا مأمورن، راستی مأموریت دارن. ابراهیم نهایی دلقک گفت من فراموش کن اصلا اونا بکن، آقا من میخوام برم، نمیخوام اینجا تو خارج بپوسم که ایلادم منو ول کن برم تهرون. باید رفت. آقا روحانی هم گفته بیایم، همه بیایم بریم. یه ده آدم و فرستاد تهرون، همه گرفتن، مثل اون سراج الدین میردادی و غیر و زالک و فاملای خامنه‌ای هن، اینا فاملای خامنه‌ای هن، یاد باشین. و خوش در رفت اومد کالیفرنیا. راست میگه، خب هوای بلژیک بارونه. آقا بلژیک هم یکی اون جاهای کسل کننده اروپاست، بسیار کسل کننده است. حتی من راستشو بهت بگم، از دوره ای که من بروکسل شده پایتخت اروپا نرفتم به بروکسل، ولی در ایام شباب اونجا رو دیدم. شیشه بعضو تعطیل، هیچی دیگه نیست، همه تو خونه پرداره میکشن، میشینن پای تلویزیون روزنامه میخونن، میشینم پای تلویزیون روزنامه میخونم. غلط نگفتم ها، یه همچین مردمانیه، مردمان ایسلند هم میرن تو خونه شون کتاب میخونن، ولی خب اونجا سرده، برف، یخه، چیکار کنم؟ پای بنابراین راست میگه، بلژیک خوب نبود برای آقای چیزی، کالیفرنیا خوبه، کالیفرنیا رو دوست داره آقای فلانی. یک سایت نزدیک به مخالفان در ایران گزارش داده که سه عضو حزب تأسیس ندای ایرانیان دوشنبه دیشب 17 آذر بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدن. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در گزارشی تصریح کرده که این سه نفر در منزل شخصی خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده. محسن بیگلر بیگی، جاوید فخریان و سینا رحیمپور سه عضو بازداشت شده حزب ندای ایرانیان هستن. بیچاره. محل دستگیری این فعالان جوانان اصلاح طلب که هر سه از اعضای حزب ندا هستن از سوی ماموران تفتیش و وسایل شخصی آنها نیز توقیف شده است. این همون نقشه ضربگیر است، کی چکار میکنه؟ سریع یخشو بگیره. آه راستی تو فیسبوک شدیم 998 نفر، به به، یعنی این مژده یار جان فشانم رواست. اون وقت یه داستان خنددار دیگه این بودش که یارو گفته بود که اون
چی اسمش؟ اسحاق جهانگیری. آقا ما برای این کنفرانس فساد و نمیدونم فلان اینا نامه نوشتم خدمت آقا که آقا یا شما پیام بدین یا در آخر سمینار ما رو بپذیرید به خدمتتون برسیم رهنمود بدین. آقا هم نامه نوشتن و دیروز دفتر آقای نامه رو به من داده که آقا گفته بله آقا حالا که شما هر سه قوا با هم همدلی خب برید. چرا نمی کنی؟ چرا اصل فساد و جلویش رو نمی گیری؟ حد زیرشی که کامنت گذاشته بود که این یارو پروتستان پروتستات چی میگن؟ پروتستات کتلتی دیگه این وسط چی میگه؟ یکی نشته بودی چی این داره فرار میکنه مثل همون دزده است میگه های دزده بگی اصلا فساد خودشه. فساد بگین آقا چرا نمیگید فساد؟ چرا جوشو نمیگیری؟ به فساده بگیرید دیگه. یا پسر تبرزدی نوشتش که منو گرفتن دو روز بردن و اینا نگه هم داشتن بعدم ولم کردن. اصلا اینا از چیز نوشته که باز کاوه گذاشته اینجا که از تجمع برای حمایت از حیوانات وحشت داشت. یادمه که به این جوان عزیزم چی چاروستایی بهش گفتم که آرمان آقا شما نمیبینی آقا به چه آبادانه دیگه وله گفت نمیدونی نه این جوان ها چیزن نظام چیشست دادن سر ماجرای پاشایی. گفتم چجوری این کار کردن؟ گفت نه ظرف 12 ساعت انقدر پیامک و اینا زدم اصلا قافلگیر شد حکومت. گفتم جون من چجوری؟ گفت آقا مردم ها اومدن تو خیابو اینجوری. بیچاره آرما جوانایی که دل در گروه وطن دارن بچه خوبی آرما. میگه پسر تازه میگه اینا تجمع برای حمایت از حیوانا وحشت دارن. میگه ما کار سیاسی میخواستی بکنیم نه کنیم این فوش به این بدیم نه به اون بدیم. به ما حیوان ها رو آزار ندیم 74 ذره شلاق نزنی به یارو سگا رو نکشید تو خیابون شهر داری سگای مردم ازشون نگی بر بکشید وقت به تو میذاره تو بیای تو خیابون بری اینا این همونو ثابت میکنه دیگه. آقای میبودی میپرسه که چجوریه همگرایی؟ نمیدونم همگرایی امروز به کجا رسید. امروز گوش نکردیم همگرایی رو. اینا در اصفهان نه ائتلاف سیاسی کردن نه اتحاد که همگرا کردن آب قطع شد. آقای میبودی آب زنده رو قطع شد همون دو روز بود جلو التهاب رو بگیره. ریحانه رو کشته جامعه ملتهبه. میگه به دنبال جنازه من آواز بخون چیش کال داره؟ هز خودم درست میکنم خوب شد دارم. مگه ستار و داریوش برامون درست نکرده؟ هز دیگه کاری نداری که هز خودم برات درست میکنم. ایران در آستان تحوله. چاره ودی 2 ساله داره اینو میگه. میگه محکومه به این تحول راهی نداره. ولی این تحولی که راجبش حرف میزنی اونه نیست که منو تو میپنداریم. پندار منو تو با اون عملی که اون میپندارد فرق میکنه. به سبک خودش تغییر میخواد بده نه به سبک ما نه به خاطر ما نه به دلقای ما. حس خودم درست میکنه هفتش درست میکنه کاری نداره که به خودمون درست کنیم. چرا؟ برای اینکه این خندقه. برای اینکه این اتفاق نذاره این از اون ور بیفته.
میگه تاج‌زاده در ارتباط با شرایط روز میگوید من به این سخن شهید بهشتی کاملا اعتقاد دارم که باید جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشته باشیم. باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم و شعار ما باید تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق باشه. خودم میکنم دیگه، قندق برات درست میکنم، چرا میخوای بری دشمن نظام بشوی؟ بیا راجب شاه حرف بزن، راجب خوبی های شاه بگو، راجب خوبی های رضا شاه بگو، کاری باید نداره، مرده. هم مرده کاری بر نمیاد که، از جنازه چیکار میخوا بکنی؟ عکسشو مگه چقدر قالی تو همین تلویزیون ها، عصر قالی فروشی تلویزیون ها، چقدر از این تمثال ها آوردن تو همینجا فروختن؟ خود چون تو تبریز و اونجا میبافن دیگه، میبافن، میارن گمرک، بازبینی میشه، ترخیص میشه، اجازه میدن، خارج میشه. ضرر نداره که. چه میگه رضا شاه؟ چی میگه؟ میگه جاده کشید؟ میگه منم کشیدم. الان شما تو فیسبوک نگاه بکن، مثلا عروسی در یه دهی در یه اکبر آبادی، همه یکی یه موبایل دستشون دفعی میگه. موبایل نشانه چیه؟ نشانه که اونجا آنتن وجود داره که موبایلش میگیره دیگه. خب منم این کاری کردم. یه بار اینو مشیری قشنگ تعریف کرد، گفت فردا این میاد میذاره اینجا، میگه منم چیم دیگه، من خیلی خوب بودم. گفت فرض کن که این ریخته 20 سال گذشته، حالا اینا اومدن اینجا نشستن تلویزیون دارن و علیه نظام وضع موجود میخوان حرف بزنن، چی میگن؟ میگن ما این کارا رو کردیم. نکرده؟ واو، دیروز که ما نبودیم مثل که خودمون نباشیم بهتره. 130 دقیقه و 50 ثانیه اوریج تلفونا بوده، 247 نفر نگاه میکردن، اوریج 130 دقیقه بوده. خدا پدرتو بیام. مطلب از تراب حقشناس، تراب حقشناس از بچه های چپ ایران بود، از سازمان مجاهدین بود، بر رب پیکار رو درست کردن، مارکسیست شدن اینا عاقبت کار. مطلبی رو داره توی پژواک ایران تحت عنوان تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین چرا؟ اشاره به شماره های اخیر مهرنامه و چشمنداز ایران چاپ تهران. دفاع میکنم از اندیشه ای که آن را سستی جانبدارانش در هم شکسته است. 50 سال از پاییز 1343-44 که جمع نخست مجاهدین به تدریج شکل گرفت تا در 20 بهمن 1150 به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت کند میگذرد. بدونیم که اینا وقتی که جمع شدند حتی اسم نداشت سازمان مجاهدین،
نه همه میگفتن که رضای اون رضایی میگفت نه و صبر کنیم مهندس بیاد، مهندس بیاد ما تحویل مهندس بدیم، ما فقط باید اینا رو نگه داریم تا مهندس از زندان بیاد، یعنی بازرگان. با حسین روحانی در آمریکا در بهمن 50 یعنی در شهریور که اون ضربه رو زدن و گرفتن و بعد اون یارو اومد تلویزیون پرویز رئاتی گفت یه گروه به اصطلاح نهضت آزادی رو گرفتیم که اینا مارکسیستای اسلامی هستن، از طرفداران به اصطلاح نهضت آزادی ما بعد اسمشون رو گوش مارکسیستای اسلامی بهش میگن ضربه شهریور 50. بعد در بهمن ما اینجا در آمریکا اسمشو گذاشت حسین روحانی، اسمشو گذاشت سازمان مجاهدین خلق ایران. میرسه 50 سال از پاییز 43 که جمع نخست مجاهدین به تدریج شکل گرفت تا 20 بهمن 50 به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت میکند میگذرد. برای برخی خوشایند باشد یا بدایند، من از کسانی بودم که این شانس و افتخار را دارم که با آن کاروان انتقادی سیاسی انقلابی و عدالت‌جو همراه بودم، نه همیشه پیش رو، نه پیرو، بلکه همواره ره رو. در سطور زیر میکوشم شهادت‌های خودم را از این مسیر دشوار رزمنده و بالنده به اختصار تمام ارائه دهم. اینکه برای روایت امثال من هیچ جایی در قلمرو جمهوری اسلامی وجود ندارد دلیلش روشن است. ما معتقدیم که حقیقت انقلابی است و کار خود را خواهد کرد. همین که نیروهای ارتجاعی غالب و مغلوب اینطور وحشیانه به تحریف تاریخ و لجنمال کردن گرایش ترقی‌خواهانه مجاهدین در هر سه مرحله، یعنی قبل از تغییر ایدئولوژی، پس از آن و سپس سازمان پیکاری، تغییر ایدئولوژی ارتباطش ندی به زن گرفتن، زن طلاق دادن، اینا رو نمیگه. تغییر ایدئولوژی یعنی مارکسیست شدن مجاهدین و در حقیقت نمادش هم میشه سازمان پیکار. همین که نیروهای ارتجاعی غالب و مغلوب اینطور وحشیانه به تحریف تاریخ و لجنمال کردن گرایش ترقی‌خواهانه مجاهدین در هر سه مرحله قبل از تغییر ایدئولوژی پس از آن و سپس سازمان پیکار می‌پردازند دلیل کافی برای خطری است که آنها از ناحیه این گرایش درون مجاهدین احساس می‌کنند. به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد که شبهی در گشت و گذار است. واقعیت عینی در جامعه ما نشان می‌دهد که گرایش چپ درون مجاهدین هنوز زنده است، وگرنه چرا این همه مقاله و مصاحبه و کتاب برای اثبات اینکه مجاهدین از همان آغاز منحرف بودند و تاریخ آنها را نمی‌توان آنطور که مهرنامه شماره 38 نوشته پله پله تا ارتداد نامید. خلاصه اینکه نه تنها باید خاکشان را به توبره کشید، بلکه هیچ اثری را که از آنان بازمانده باشد نباید به حال خود گذاشت. از سه جلد کتاب زندگی خمینی نوشته فردی به نام صادق زیارتی که حمید روحانی امضا می‌کند و سراپا کینه و عقده ارتجاعی نسبت به مبارزی نیست که راه امام او را قبول نداشتن گرفته تا انواع به اصطلاح خاطراتی که از کسانی مانند عزت شاهی، احمد احمد، جلال الدین فارسی و مهدی جعفری برازجانی و محمود دعایی تا برسد به چه جلد کتاب که از طرف مؤسسه تحقیقاتی رژیم به عنوان مجاهدین از پیدایی تا فرجام منتشر کرده اند، اخیراً مهرنامه به سردبیری محمد قوچانی در شماره 38 مهر 93 حدود 25 صفحه و نیز در چند شماره دیگر، همچنین مجله چشمنداز ایران به سردبیری لطف‌الله میثمی در شماره‌های مختلف
از جمله 85 اردیبهشت و خرداد 93 و 86 تیر و مرداد 93 باز هم مقالاتی منتشر کرده اند تا تاریخ مجاهدین را لجنمال کنند. علت این خصومت افسار گسیخته چیست؟ فقط یه چیز، و آن دفاع از ماهیت طبقاتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. راستی اگر گرایش تکاملی مجاهدین به چپ و رهایی از توهمات طبقاتی و مذهبی دیگر وجود ندارد، چرا باز هم پس از 50 سال از تأسیس مجاهدین و 40 سال از اعلام موجودیت ایدئولوژیک سازمان در سال 54 و پذیرش مارکسیسم به عنوان تئوری راهنمای عمل آن را باید اینقدر مورد حمله قرار دهند؟ به نظر می رسد که از چیزی می ترسن. پس لرزه هایی خواب را از چشمشان می گیرد و آنها را به تکاپو انداخته است. حمله ها و دندان قروچه های کین توزانه که هرگز متوقف نشده و از جمله زندان ها، شکنجگاه ها، تواب سازی ها و گورستان های خاوران را انباشته، دلیلی کافی برای وحشتی است که نیروهای ارتجایی از گرایش به مارکسیسم دارند. 7 سال پیش یکی از چهره‌های ملی مذهبی در پی درگذشت پوران بازرگان در نامه‌ای محتاطانه چنین نوشته بود: نیم ساعت پیش شنیدم پوران بازرگان مرد و من که نه سر پیازم و نه ته پیاز. حتی یه توضیحی در این مورد بدم که این خانم پوران بازرگان در حقیقت این خانم بیوه حنیف نژاد بود که بعداً همسر همین تراب شد. این از نظر اینکه آشنا بشی به ماجرا. می نویسد که تراب می نویسد که 7 سال پیش یکی از چهره‌های ملی مذهبی در پی درگذشت پوران بازرگان در نامه‌ای محتاطانه چنین نوشته بود: نیم ساعت پیش شنیدم پوران بازرگان مرد، یعنی زن تراب، زن سابق حنیف نژاد، و من که نه سر پیازم و نه ته آن قصه دار شدم. راستی برای قصه دار شدن باید سر و ته پیازی بود. شخصا نمیشناختمش بجز تک و توک دفعه ای که اینجا و آنجا گهگاه به پست هم میخوردیم. فقط قصه زندگی او و نسلش را می دانستم که شد برگی تراژیک از تاریخ تراژیک معاصر ما. قصه ای که هنوز که هنوز است پس لرزه های جامعه ما را می لرزاند. شاید همین دانستن نیم بند بود که هیچ وقت برای بیشتر دانستن پا به جلو نگذاشتم. شاید هم مطمئن بودم اگر پا به جلو بگذارم یک پا عقب خواهم نشست. در هر دو صورت گفتگو ناممکن بود. قصه من احتمالاً به همین دلیل است. حسرت این که از کنار گوشه‌ای از تاریخ روزگارت بگذری و بی‌اعتنا. از کنار معلم قرآنی که مرتد شد، مؤمن بود و کافر شد، چریک بود و تبعیدی شد، پرهیاهو بود و تنها شد، جغرافیایی بود و تاریخ شد. شدنهایی را که بسیاری از دوستان و شاگردانش هنوز بر او نبخشیدند. اما معلمی را که اعلام می‌کند هرچه تا به امروز آموزانده بیفایده و دروغین بوده است می‌شود بخشید. مهندس بازرگان برای قبول و قبولاندن مذهب در قرن 20 کوشید از معیار علم کمک بگیرد تا تکه پاره های از اعتقادات دینی را موجه و قورت دادنی کند و یک عمر پای آن زحمت کشید که روحانیت هرگز او را به همین دلیل نبخشید. اما مجاهدین کوشیدند تا تخم لق معیار علم که بازرگان در دهان آنها شکسته بود، نه برای توجیه مذهب بلکه برای مبارزه خیش علیه امپریالیسم و دفاع از منافع زحمتکشان و دستیابی به تحلیل علمی و مارکسیستی استفاده کنند.
باید خاطر نشان کنم که مجاهدین تافته جدا بافته نبودند. آنها به عنوان عنصر آگاهی جامعه می‌خواستند پژواک مبارزه طبقه ستمکش باشند که دیگر با دستگاه‌های فکری یا پارادایم‌های مطرح شده در سطح جامعه پاسخ مسائل خود را نمی‌یافت. واقعیت این است که عناصر آگاه، چه شخصیت‌ها و چه جریان‌ها و احزاب که در مبارزه طبقاتی شرکت دارند، مثل قله‌ای از کوه یخند که قسمت اعظمان پنهان است و همواره باید در پررسی تحولات طبقاتی جامعه، چه راست و چه چپ، آن را در نظر گرفت. آنها همزمان به نیاز طبقه‌ای که به آن تعلق دارند لبیک میگویند و نیز به توبه خود در مبارزه طبقاتی درون جامعه شرکت میجویند، مبارزات را تئوریزه میکنند. ما مجاهدین اعتقادات اسلامی داشتیم و به واجبات و وظایف خود بسیار بهتر از مدعیان و سوداگران دین عمل میکردیم و تا پای جان وفادار بودیم. اون قصه‌ای که برای تعریف کردم که رضایی رو که گرفته بودن، بعد 6 ماه که ملاقات دادن، اول حرفش این بود که ساکو از من گرفتن، یعنی پولو که به من میبردن، وظیفه داشتم که تخص کنم بین فقرا، بیچاره‌ها، اینا، اونو از من گرفتن، یعنی فقرا لنگ پولن. ما مجاهدین اعتقادات اسلامی داشتیم و به واجبات و وظایف خود بسیار بهتر از مدعیان و سوداگران دین عمل میکردیم و تا پای جان وفادار بودیم. بنابراین آنچه تحریفگران مطرح کردند که مجاهدین دین را بهانه و وسیله تلقی میکردند جز افترا نیست. اما همانطور که در کتاب بیانیه اعلام مواضع مجاهدین در سال 1354 آمده، مجاهدین اول مبارز بودند بعد مسلمان. نیازهای مبارزه همواره در ذهن ما اولویت داشت. به همین دلیل اندیشه ها و تجاربی که متعلق به خداپرستان نبود ولی ما را در امر مبارزه یاری می‌داد، بی گفتگو مورد توجه ما بود. اعتقادات مذهبی به تدریج بی مصرف بودن خود را در عمل مبارزاتی به ما نشان می داد. اگر راست می گفتیم باید آن را کنار می گذاشتیم. مسیر صعب و ناهموار مبارزه ما که از یک سو پا در سنت اسلامی داشت و از سوی دیگر چشم به آینده عادلانه برای طبقات زحمتکش و کارگر دوخته بود، تا مدتی کوشید هر دو منبع را مد نظر قرار دهد. اندیشه های مذهبی، آیات قرآن و متن نهج البلاغه تا آنجا که اهداف مبارزاتی ما را تایید می کردن مورد استفاده بود. برای ما اساساً آنچه به عنوان روشنفکری دینی نامیده می شود اعتباری نداشت. ما در پی ساییدن و جلا و جلوه دادن به عقاید مذهبی نبودیم. به ما چه مربوط بود که زمین 7 طبقه و آسمان 7 طبقه باشد، یا جن وجود خارجی داشته باشد یا نه، یا کسانی که پیامبر نامیده می شوند رسالتی داشتند یا نه. مسئله ما مبارزه در راه آزادی، برابری و برادری بود، چیزهایی که با تمام وجود برای تحقق آنها میکوشیدیم و در راه آنها جان میدادیم. حساب مجاهدین را برخلاف آنچه برخی گفتن نمیتوان با روشن فکری دینی یکی گرفت. نکته مهمی که باید گفت این که انشعاب جوانان نهضت آزادی از این جمعیت و پیمودن مسیری که به تشکیل سازمان مجاهدین انجامید از همان آغاز، نه یک انشعاب صرفا سیاسی مبنی بر طرد رفرمیست و نیز علمی تلقی کردن مبارزه و تشکیل سازمان انقلابیون حرفه‌ای، بلکه آغاز یک گسست ایدئولوژیک طبقاتی بود. مجاهدین مبارزه را علم می دانستند و معتقد بودند در مبارزه با امپریالیسم که به تعبیر خودشان مانع راه تکامل انسان بود، ضروری است که از علم زمانه، یعنی تجربیات جنبش کارگری و سوسیالیستی استفاده شود. بیهوده نیست که فقط 3 سال پیش از این آغاز، وقتی در سال 1347
مسئولین مجاهدین حنیف نژاد، سعید محسن و بدی زادگان برای نخستین بار وجود تشکل خود را به مهندس بازرگان اعلام کردند و گفتند که چه تحلیلی از اوضاع اجتماعی و سیاسی دارند، آقای بازرگان با شم طبقاتی خود فهمید و گفت اینها حرفای کمونیست هست. همین حرف را احمد علی بابایی که از مؤسسین نهضت آزادی بود با دیدن کتاب اقتصاد به زبان ساده در پاریس به حسین روحانی گفته بود و همین حرف را دکتر مصطفی چمران در بیروت به خود من. چنان که هاشمی رفسنجانی که در سال 53 به دمشق آمده بود به من می گفت ما از اولم می دانستیم که اسلام شما با اسلام ما یکی نیست، اما آیه را از روی آرم سازمان بر ندارید، زیرا وجود مجاهدین به ما این امکان را می داده که بگوییم تنها کمونیست ها نیستند که می توانند مبارزه مسلحانه کنند. اینها و شواهد دیگری را در مصاحبه تحت عنوان از گذشته تا آینده آوردم و می تونی به سایت پژواک ایران مراجعه بکنی، اون مطلب را هم اونجا خودت بخوانی. مجاهدین که به یمن آشنایی محدود با علم زمان یعنی مارکسیسم سازمان انقلابیون حرفه‌ای خود را با آموزش‌های لازم سیاسی، اقتصادی و امنیتی و غیره تأسیس کرده و گسترش داده بودند، در اول شهریور 50 مورد حمله ساواک قرار گرفته، عمده کارهای خود را عملاً از دست دادند. آنها که مرزبندی لازم با سنت اسلامی رایج نداشتن، دستگیریشان باعث شد که بازاریان و خرد بورژوازی سنتی گمشده خود را در آنها بیابند و پس از شکست 28 مرداد 32 15 خرداد 40 گمان کنند که قهرمانان خود را یافتند. خرد بورژوازی سنتی به نوعی در رژیم شاه خود را ستم دیده می‌یافت، اما در عرصه مبارزه رادیکال نمیتوانست خود را همپای کمونیستان نشان دهد. این است که با حمایت از مجاهدین کوشید آنها را نماینده خود و ایدئولوژی خود بشناساند. گرایش‌های چپ درون مجاهدین را منکر شود و قامت آنها را به قامت خیش تصویر نماید. حال آنکه مجاهدین آن نیرویی که آن روز آنها آرزو می‌کردند نبودند. برای مثال زمانی که قریب 100 نفر از خانواده‌های زندانیان مجاهد به قم رفته و در منزل آیت الله شریعت مداری بحث نشسته بودند تا روحانیت به رژیم فشار بیاورد و فرزندان آنها اعدام نشوند، شایع شده بود که دعاها و نوع سرایی‌های به نام مجاهد ناصر صادق در آنجا بر سر زبان ها بوده و من نواری از آن را در دست محمد منتظری در نجف دیده بودم. دود از کلم بلند می شد که از یک طرف ناصر صادق در دادگاه نظامی می گوید درست است که ما مسلمانیم، ولی به مارکسیسم به عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی احترام می گذاریم، و مجاهدین دیگری در همان دادگاه می گویند ما افتخار می کنیم که همواره با کمونیستا در میدان چیتگر اعدام شویم، ولی از طرف دیگر در جامعه از آنها همچون مذهبیان قشری و نوح خان یاد می شود. متاسفانه شرایط پس از دستگیری شهریور باعث شد که سازمان بسیار بیش از آنچه واقعیت داشت چسبیده به اعتقادات مذهبی معرفی شود. روحانیون تهران و شهرستان ها که سالها سکوت و حتی همکاری با رژیم شاه را تبلیغ و موعظه کرده بودند، اینک خود را مبارز و طرفدار انقلاب جا می زدند. سازمان از این جهت اعتبارش لطمه فراوان دید. آنها آن حمایت ها تأثیر خود را حتی در برخی عملیات سازمان بر جا گذاشته بود. حالا آقای رفسنجانی در ضرورت حمایت از مجاهدین حرف می زنند. فردا که قالی های قیمتی را از زیر پایش کشیدیم، آن وقت می فهمد که حمایت از مجاهدین یعنی چه. باری تلاش سازمان برای احیای گرایش چپ خود اگر موفق نمی شد، مجاهدین به دنبالچه های همین رژیم ارتجاعی کنونی بدل می شدن. سازمان در روند تکاملی خود در راه نزدیک شدن هرچه بیشتر به مبارزه زحمتکشان باید خود را از اندیشه های مذهبی می پالود.
ما بارها گفته ایم که در این پالایش سازمان به اشتباهات جبران ناپذیری افتاد، ولی طبقاتی که از تصحیح موازه سازمان لطمه خوردن و نتوانستن یک سازمان رزمنده و رادیکال را به رنگ خود درآورند و ببلعند بسیار زیان دیدند. مائده آسمانی بی هیچ زحمتی داشت به چنگالشان می افتاد و هنوز پس از 50 سال هرچه می توانند در نفی و انکار آن به هم می بافند. تأکید کنم که امروز پس از تجربه دردناک جمهوری اسلامی و روشن شدن مفاسد آن، این احتمال وجود دارد که جوانان جستجوگر برای یافتن پاسخ به معضلات جامعه به ویژه مسئله نابرابری های اجتماعی و اندیشه های چپ متمایل شوند. این است که ضد انقلاب غالب و مغلوب دست به یکی کردند تا مجاهدین پیش از انقلاب و گرایشانها را به چپ لجنمال کنند. ما باید قاطعانه در برابر ضد انقلاب بایستیم. نباید گذاشت که عمال آشکار و پنهان بورژوازی نفتی، نظامی، امنیتی و مذهبی حاکم در تلاش خود برای حقنه کردن آلترناتیو ارتجایشان موفق شد. ما توجه خوانندگان علاقمند را به آرشیو سازمان پیکار که هر سه مرحله از حیات این کاروان انقلابی را در بر گرفته به ویژه مقدمه آن جلب می‌کنیم. اینکه در جریان اعلام تغییر موازه ایدئولوژیک خطاهای سنگینی رخ داد و تحولی که چه بسا می توانست به نحوی طبیعی انجام شود به شکل سزارین صورت گرفته، دستاویز انواع بی‌عدالتی ها، تهمت ها و حتی دشنام ها شده است. چه تجربه مجاهدینی که به زندان افتادند و بسیاری از آنها در همان نخستین سالهای زندان اعتقادات مذهبی را از اندیشه سیاسی خود جدا کردند. چه تجربه آنها که در بیرون زندان یا خارج کشور این راه را پیمودن گواه کارآمد نبودن دوگمای مذهبی است. بدیهی است که در تجربه ما گرایش نخستین مجاهدین به مبارزه ضد امپریالیستی و عدالت‌جویانه همانا ادامه طبیعی خود را پیمودن راه کارگران و زحمتکشان دیده و می‌بینند. آنان که در میانه راه متوقف شدند و کوشیدند به دفاع از مواضع عقب مانده بپردازند، مرا بیاد این گفته حنیف نژاد و راهی که اولی در دفاع از جمهوری اسلامی و سپس اصلاح طلبان و دومی برای کسب قدرت سیاسی به هر قیمت از سال 57 تا کنون دنبال کردند بیاندیشند. مسلم است که آنها راه خود را برگزیدند و من توهمی نسبت به آینده آنها ندارم. مسئولیتشان در برابر توده ها و تاریخ را خودشان باید پاسخ بدن. راهی که من شانس و افتخار پیمودن آن را داشتم از شیستگی در برابر عدالت شروع شد و با دلبستگی به کمونیسم ادامه داشته و دارد. در پایان این سطور بسیار فشرده اضافه می کنم که تحریفات و تهمت‌های فراوان که در صفحات دو مجله فوق آمده ارزش پاسخ تک تک ندارد. ما بلندای قامت خود را با دیوار بلند تهمت‌ها، سانسورها، شکنجه و اعدام‌ها سنجیده‌ایم. راستی چه خبر است که برخی افراد که از چپ به شما می‌رفتند، مانند محسن حکیمی در مهرنامه و پرویز بابایی در چشمنداز ایران نیز هول شدند و با گفتن حاجی انشریک در کشوری که بدگویی از انقلابیون و کمونیستا شهامتی نمیخواهد بلکه جایزه هم دارد، خود را به این کارزار ارتجایی سپردن. باری آخرین پیام محمد حنیف نژاد را از زندان که در سال 52 در باختر امروز شماره 37 نشریه جبهه ملی خاورمیانه چاپ شده بخوانید و ببینید با یک نشریه کمونیستی چند سانتی متر فاصله دارد. درود بر همه رفقا. این سطور را در شرایطی نوشته می شود که ما را از هر طرف بحرانی سخت احاطه کرده است. یک طرف شدت ضربات کوبنده‌ای که یکی پس از دیگری به ما می خورد و یک طرف دستگیری ها و شکنجه های وحشیانه دشقیمان و نابودی و اعدام بالاترین پا
پاکترین، منزهترین و شجاعترین فرزندان خلق ما که انرژی فوران یافته فکر انقلابی آنها پرچم سرخ خونین انقلاب مسلحانه توده‌ای را در اهتزاز درآورده است. در این شرایط سهمگین که از هر جهت نمونه نادری از تسلط بین‌المللی امپریالیسم و صهیونیسم بر نیروی کار استثمار شوندگان می باشد، تنها و تنها یک چیز می تواند ما را از کشاکش شکست وارهانده و به سرمنزل آرمان انسانی خود که رهایی خلقهای اسیره است نزدیک سازد. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمن تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیس و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تحلیلات و جملات نقضی بودند که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم آورده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس قوالب و کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمان‌های انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری و عمل روز به روز غنی‌تر ساخت. بلها رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می‌گردد: وحدت تشکیلاتی، وحدت استراتژیک، وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجعه به وحدت است که تنها و تنها از طریق اصل انتقاد و انتقاد از خود و اصل ادامه بقا پیشتاز حفظ ادامه بقا پیشتاز حفظ می شود. و این رو در حقیقت در تراب حقشناس چند روز پیش منتشر کرد و من همینجا به عرض رسوندم. اما غرض از اون ابتدا در اون مقدمه‌ای که به عرض رسوندم تا این مؤخره‌ای که در خدمتت بودم این نکته است که شما ببینی که امروز در کجای این دایره قرار گرفته. امروز سران حکام دور همدیگه جمع شدن، باز موضوع مسئله شون این بود که علیه ایران و مسئله توافق و این ماجرا است. در اسرائیل نگاه میکنیم اونی که به حال دولت درخواست انتخابات زودرس کرده و من فهم میکنم در این انتخابات زودرس آقای بیبی رأی چندانی نیاورد و خانم لیوی و بنت، اون دو نفری که جدا شدن، اگر با حزب کارگر بتوانند اتحاد برقرار بکنند و چپ ها کمونیست ها یقینا از دست آقای نتانیاهو کار رو خواهند گرفت. حالا شما نگاه میکنید در این آشفته بازار، هدفم این است که در این آشفته بازار اینو به عرضت برسونم که فقط در جهت تخریبن، همه دارن همو تخریب میکنن، هیچ چیزی رو جا نمیذاره، هیچ چیزی. یعنی حزب که میخوای درست کنی اینجور تخریبت میکنه، اون یکی اینجور تخریب، همش در جهت تخریبه، هیچی در جهت سازندگی نیست. یک آشفته بازاری است که درش گیر کردی. امیدوارم بتونیم با کمک شما، با همت شما، با راهنمایی شما راهکار رو پیدا بکنی که بتونه جامعه رو از این شرایط پیش آمده نجات بده. بها در انتظار دریافت کمک های مالی شما هستم. پیشا پیشم میگم که آقای منفرد روز پنجشنبه خیلی دلش میخواد که شما در این بحثش مشارکت داشته باشید. آزادی بی قید و شرط سیاسی پیشنهاد ایشونه و میگه باید بریم یه چنین جبهه‌ای رو تشکیل بدیم. خیلی هم دلش میخواد که منم بهش نوشتم که این دوستان نگاه میکنن ولی مشارکت انتظار نداشتش. اینا به هر دلیلی که برای خودشون متصور هستن که من اون دلایل رو نمیفهمم،
اینا نمیان. گفت بهشون بگو. گفتم من از طرف شما بازم ازشون خواهش میکنیم که آقا این رو مشارکت کنید تو برنامه. فردا صبح گفتگو میکنیم با آقای دکتر رزمارا، آخرین وزیر بهداری عصر آریامری در دولت 37 روزه بختیار، وزرایی که هرگز به محل وزارتونشون پا نگذاشتن. گفتگو میکنیم با آقای رزمارا، بعد هم آقای امینی ازش خواهش کردیم راجع به 21 آذر با ما حرف بزنه. ممنون و متشکرم، در انتظار دریافت کمک مالی هستم، راستی در این زمینه نیازمندم، ما رو کمک کنید، بذارید که از این مخمسه بیرون بیاییم. متشکرم، تا فردا. آها، شد 999 نفر، 98 نفر در فیسبوک. اگه 2 نفر دیگه بیان میشیم 1000 نفر. بالاخره ظرف یه سال تونستیم یه 500 نفر رو به این جمع اضافه بکنیم. از کاوه نازنین ممنونم که همواره تو این زمینه منو مشاور و مشیر و مشاست و راهنماست و من میگه که آقا این کارو بکنی اونطوری میشه، این کارو بکنی اونطوری میشه. ازش ممنونم که اگر اون نباشد ما همین 4 تا بیننده ایرم که داریم در اینجا در یوتیوب و اینا اون را هم نخواهیم داشت. ازتون متشکرم، از کاوه هم ممنونم. اگر این برنامه رو دوست داری از طریق فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس برای سایر دوستانتون بفرست. آدرس ما هم در فیسبوک هست، facebook.com/mihantv1. اونجا بزنی به سایت فیسبوک ما میرسی. اگر ایمیل لیستی داری از طریق ایمیل لیست، اگر اکانتی در بالاترین داری از طریق اکانت در بالاترین، فایل ها رو برای سایرین هم بفرست. اگر خواهان دیدن برنامه‌های گذشته ما هستی به فیسبوک ما مراجعه بکن، چون که بیای به سمت پایین همه برنامه‌ها در فیسبوک هست. متشکرم بازم، مرسی، تا فردا.